سلام به شما بینندگان عزیز کانال جدید، اسخر کریمی هستم. امیدوارم اوقات خوبی داشته باشین. برنامه در این هفته با حزب رو خدمتتون تقدیم میکنم. باز اتفاقات مهمی تو ایران افتاده در این هفته گذشته، اعتراضات متعددی، تجمعات زیادی و از تجمع مردم اهواز در مقابل استانداری و مسیری که روحانی به از فرودگاه به شهر میرن به خاطر مشکلات محیط زیستی که دارن، و هم اعتراضات معلم ها، بازنشسته ها، کارگر ها. و منطقه به همه موضوعات نمیرسم، میخوام در مورد دو موضوع اساسا صحبت بکنم: اعتراضات کارگر و معلم ها و همینطور در مورد 8 مارس روز جهانی زن. خب اطلاعی های متعددی حزب کمونیست کارگری در هفته گذشته منتشر کرده در مورد مسائل مختلف، و اجازه بدین ولی چند خبر از اعتصابات کارگری رو تقدیمتون بکنم و بعد در موردش صحبت بکنم. توی این هفته ده ها اعتصاب و تجمع کارگرا رو داشتیم، ولی چند مورد برجستش رو اشاره کنم. کارگران المهدی هرمزگان اعتراض جالبی داشتن. کارگرای شاغل در اعتراض به اخراج همکارانشون اعتصاب کردن و از اونا پشتیبانی کردن، چون میدونن که جلو اخراج رو نگیرن فردا یقه خودشون رو میگیره. کارگران کشتی سازی بحر گستر تو هرمزگان تجمع اعتراضی داشتن. کارگران اتوبوسرانی زابل اعتصاب کردن، تجمع کردن. کارگران فولاد اهواز، 4000 کارگر همچنان در حال اعتصاب و تجمع هستند. 15 روز اعتصابشون و تجمعشون ادامه داره. کارگران صدرای بوشهر رو داشتیم اعتصاب کردن. تجمعی داشتیم از اعضای تعاونی مسکن کارگران 6 واحد خدماتی مقابل وزارت راه که به نمایندگی از 2000 خانواده تجمع کرده بودند. اینا 26 سال پیش پول زمین ها رو زمین های تو سعادت آباد تهران دادن، ولی چون ارزشش بالا رفته الان نمیخوان بهشون بدن و دارن دبه در میارن و بهانه در میارن. تجمع رانندگان مجتمع 7 تپه رو داشتیم. تجمع رانندگان سرویس های کارگران معدن ترزه رو داشتیم. و همینطور فراخوان کارگری شرکت واحد سه شنبه هفته دیگه مقابل شهرداری که قراره با خانواده هاشون بیان. و توی اعتراضات مدام داره شعارات تندتر میشه، داره شکل اعتراض داره تندتر میشه. از جمله کارگران کاشی کویر یزد دست به تجمع زدن و خیابون رو بستن و بند آوردن، یا کارگران یا معلم های بازنشسته و کارگرا و کارگرای بخش خصوصی مخابرات و پرستارا و تعداد زیادی از کارگرای دیگه که جمع شده بودن روز سوم اسفند در مقابل مجلس که بیش از 3000 نفر میشدن، شعارهایی میدادن یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه، که این شعار داره به شعار سراسری همه مردم تبدیل میشه و دارن میگن شما مقامات میدوزین و چیزی به ما نمیرسه با حقوق نجومیتون، با دزدیاتون، با اختلاساتون و مسبب بدبختی و فقر ما شما هستین. به یه معنا دارن شعار سرنگونیشون مردم اینجوری دارن فعلا مطرح میکنن. تمام مشکلات رو زیر سر رژیم، یه رژیم فاسد ضد مردمی در واقع میدونن. یا شعارهایی که میدادن این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی، یا سبد رو پلاکاردشون نوشته شده سبد هزینه زندگی 4 میلیونه ولی دستمزد کارگر 812 هزار تومنه شعار میدادن. خط فقر 1 میلیون حقوق ما، خط فقر 3 میلیون حقوق ما 1 میلیون. و همینطور پلاکارد جالبی داشتن، نوشتن ما کار میکنیم که زندگی کنیم، زندگی نمی کنیم که برده دولت و کارفرماها باشیم، که معنی بسیار عمیقی داره. و همینطور کارگران پلی اکریل اصفهان رو داشتیم که اجازه بدیم کلیپی از اونا رو ببینیم و بعد در موردش صحبت بکنم، که رفتن جاده ببندن و با سرکوب وحشیانه نیروی انتظامی مواجه شدن. اجازه بدیم کلیپ رو با هم اینجا نگاه کنیم. نتر نتر بیا 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 بیا
نگاه کردیم که کارگرا که به نظر میرسه خانواده هاشون هم همراهشون هستن دارن میرن جاده رو ببندن و با نیروی انتظامی میاد میگه در کار غیر قانونی میکنین و نمیدونم مشکل واسه مردم ایجاد میکنین. کارگرا میگه 8 ماه حقوق ما رو ندادن، اون وقت این چه رفتار وحشیانه با ما میکنین؟ ولی خب ماهیت رژیم و نیروهای سرکوبش رو در سراسر کشور یکسانه، ولی مسئله اینه که کارگرا هستن که دارن عصبانی تر، متحرس تر، گسترده تر دارن میان به میدون اعتراض میکنن و فضا کلن به طرف تندتر شدن، به طرف گسترش اعتراضات، به طرف حضور خیلی جا با خانواده های کارگرا و معلم ها هست. یا مثلا شاهدیم که 110,000 الان معلم تومار جمع کردن و میگن سبب قضایی یا خط فقر طبق آمار خودتون الان 3,000,000 بیش از 3,500,000 و دستمزد ما حد اکثر با چیزی که احتمالا امسال میخوان اضافه کنیم به 1,500,000 هم نمیرسه. تازه خیلی از معلمای پیمانی که همون 812,000 تومان شاملشون میشه و کلا جامعه داره به جوش و خروش میاد، سر صدای مردم از همه طرف داره بلند میشه علیه این وضعیت. تو تمام اطلاعیایی که از کنس کارگری داده تاکید میکنه که این همبستگی‌ها رو بیشتر کنیم، تاکید می‌کنه بیام در مراکز شهر مثل کارگران هپکو، کارگران روغن نباتی زنجان، در مراکز شهر راهپیمایی کنیم، خانواده‌ها و مردم شرکت بکنن، از مردم همبستگی بخوایم، کمک بخوایم از مردم. الان فضاییه که جامعه همه متوجه مشکلات همدیگه هستن، حمایت میکنن، همبستگی اعلام میکنن. رژیم رو اینجوری باید تحت فشار گذاشت با تجمعات بزرگ در مراکز اصلی شهر. فکر میکنم احتمالاً اگر کارگران پلی اکریل هم در مرکز شهر با تمام خانواده هاشون آمادگی داشته که اعلام به اصطلاح آماده شده بودن، تو مجمع عمومیشون صحبت میکردن و هم فکری میکردن، تبادل نظر میکردن و به مرکز شهر علارغم همه موانعی که رژیم جلوشون میذاره تمام اعتراضشون میکشوندن، فکر میکنم نتایج بهتری میگرفتن. به هر حال حزب کمونیست کارگری قاطعانه از این اعتراضات حمایت میکنه و مردم رو بیشتر به همبستگی با هم و شرکت تو تجمعات هم دیگه در مراکز شهر که توجه جلب بکنه فراخوان میده. اونتا موضوع دیگه که میخواستم بهش اشاره کنم مسئله 8 مارس روز جهانی زن هست که مصادف با 17 اسفند و این موضوع اتفاقا به همون اندازه مسئله دستمزد، به همون اندازه مسئله اعتراضات کارگرها که صحبت کردن معلم‌ها، محورش مسئله دستمزد، محورش اینه که یا دستمزدشون ندن یا بیمه بیکاریشون کارفرما نداده، مشکلات با دفترچه درمانیشون مشکل پیدا کردن و کلا مسئله فقر و زندگی مشقتبار یکی پیدا کردن که همون موقع چندرغازم نمیدن و یا امنیت شغلی ندارن. به هر حال میخوان زندگی کنن مردم، میخوان معیشت داشته باشن، میخوان حرمت داشته باشن، میخوان از زندگیشون لذت ببرن و همه اینا رو قشر مفتور حاکم جلوشو گرفته. منتها 8 مارس روز جهانی زن باز به همین اندازه در واقع مربوط هست به مردم و مشخصا کارگرا و فکر میکنم کارگرا در صفحه اول به اصطلاح مراسم گرفتن و بزرگداشت 8 مارس دور هم جمع شدن، اتحاد و یکپارچگی ایجاد کردن، باید در صفحه مقدم این قرار بگیرن. چون واقعیت اینه که تو اطلاعیه حزب اشاره شده که زنا تو سال گذشته تو تجمعات اعتراض کارگرا، تو تجمعات بازنشسته ها، تو جنبش دادخواهی، تو مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و به اشکال مختلف تو تجمعاتی که تو خوزستان بود، زنا الان در صف مقدم خیلی از مبارزات قرار میگیرن، فعالانه تر دارن میان به میدون و انتظار میره که 8 مارس روز جهانی زن بسیار باشکوه تر باشه، تجمعات بیشتری داشته باشیم، مراسم های بیشتری داشته باشیم. و من اینجا میخوام کوتاه خطاب به کارگرها اشاره کنم که این مسئله واسه شما اتفاقا از هر کس مهمتره، چون با همین تفرقه انداختن ها، زنها رو به خونه فرستادن، از میدان خارج کردن و اینجور نیروتون به سر نصف نیرو رو ساکت کردن و آروم کردن و دخالت ندادن هست که میتونن این بساط فقر و محرومیت رو به شما تحمیل بکنن. کارگرها باید منادی برابری، منادی حقوق زن، منادی اتحاد و یکپارچگی در کل صفوف خودشون باشن، در تمام نیرویی که دارن و به این معنا خیلی مهمه که قاطعانه به میدون بیان، مراسم بگیرن،
در کارخونه های مختلف با تمام خانواده هاشون پیکنیک ترتیب بدن، در مرکز شهر تجمع بکنن، ساختمانی بگیرن توش مراسم بگیرن، برنامه بگیرن و در مورد همبستگیشون و حقوق برابرشون صحبت بکنن. و اگر در یکی دو سال گذشته همسران کارگرا قاطعانه دارن میان تو اعتراضات شرکت میکنن و میبینیم چقدر مؤثر هست، چقدر فشار بیشتری به جمهوری اسلامی میاد، چقدر توجه مردم رو بیشتر جلب میکنه، چقدر همبستگی رو بیشتر ایجاد میکنه، چقدر بیشتر موضوع رسانه‌ای میشه، در نتیجه انتظار میره که روز جهانی زن هم به ویژه تو مراکز کارگری در میان بازنشسته ها، معلمان بازنشسته، کارگری بازنشسته و در میان بقیه اخشار جامعه دانشگاه ها 17 اسفند رو بکنیم به یک روز تاریخی، به یک روز بزرگ که مفتخورا و طبقه حاکم ببینن که ما داره صفوفمون روز به روز فشرده تر میشه، داره منسجم تر داریم میون به میدون، محکم تر داریم میون به میدون، قاطعانه تر داریم میون به میدون و داریم آماده میشیم واسه یه زندگی، این زندگی خفتبار که پر از شکاف و بیحقوقی و محرومیت و تحقیر هست، اینو از بین ببریم و یه زندگی و یه جامعه درست کنیم که به اصطلاح پر از برابری، رفاه و آزادی همه باشه و زن و مرد در واقع یکسان از حقوق برابر برخوردار باشن. به این معنا 8 مارس رو باید جدی گرفت، در کنار اعتراضات دیگه هست. مطمئنن یک گام جامعه رو میبره جلو، یک گام جامعه رو آماده تر میکنه، یک گام مبارزات اتفاقا روزمرمون و مبارزات ما واسه دستمزد و رفاه و سطح زندگیمون رو این مسئله بهتر میکنه. هرچه 8 مارس آماده تر بیم به میدون، مدرن‌تر و آزادی خواهانه تر، اینا رو حق خودمون بدونیم، اینا رو به خودمون مربوط بدونیم و بر عقب افتادگی ها و خرافاتی که به ما تحمیل کردن غلبه پیدا بکنیم، با از موقعیت بهتری برای ادامه مبارزاتمون هم برخوردار میشیم. به هر حال خواستم عمدتا روی این دو موضوع صحبت بکنم و امیدوارم اعتراضات و اعتصابات و تجمعاتون با موفقیت بیشتری همراه باشه. وقت این برنامه هم فکر میکنم تو این لحظه داره تموم میشه. برای همه شما آرزوی زندگی بهتر، موفقیت های بیشتر و تندرستی بیشتر میکنم به امید یک 8 مارس بسیار بزرگ و باشکوه در ایران.